مناظره نخست نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 1400 با انتقادهای فراوانی مواجه شده است. نه مردم این مناظره را قانع کننده می دانند و نه اهالی سیاست، اقتصاد و رسانه آن را موفقیت آمیز قلمداد کردند. مواردی مانند حملات بی‌محابای کاندیداها به یکدیگر: اگر من دولت را به دست بگیرم، ایشون و تعداد دیگری را در دولت آقای روحانی ممنوع الخروج میکنم. من حتما اگر رئیس جمهور بشم، شما رو به عنوان یکی از مخلین اقتصاد کشور که وضع معیشت رو به امروز آوردن حتما معرفی میکنم به خود جناب آقای رئیسی. چرا به من اعتراض میکنی؟ 2000 واحد تولیدی رو دوستان ما تو سراسر کشور از تعطیلی نجات دادن و احیا کردن. خب 4 تا هم شما میرفتید. شما اگر دلتون برای اقتصاد سوخته جناب آقای رئیسی، همین قوه قضاییه رو که هنوزم به شیوه قجری داره میشه اونجا رو اصلاح کنید. خواهش میکنم دیگه به دیگران تهمت نزنید، چون اگه بنا باشه تهمت بزنید ما حقایقی رو میگیم که دیگه اینجا اوقات هم جناب عالی تلخ میشم، اوقات مردم تلخ میشه. خواهش میکنم نخندید، خنده نداره، گریه داره اینا. اگر شما مسئله رو انقدر بدونید در اقتصاد کشور، همینه که اینطور پیش میاد. ای کاش رئیس بانک مرکزی ما خودش رو مسئول حفظ ریال بداند تا دلار. اقتصاد نمیدونید که 2 کلاس اقتصاد خوندیم؟ علل قاعده اگر بنا بود کسای دیگر رو تایید کنن شما نباید اینجا بودید. میگن جناب آقای رئیسی سندروم پستی بیقرار شدید دارن. ادعاهای عجیب و اظهاراتی پیش پا افتاده و ندادن پاسخ مناسب و یا قانع کننده به سوالات مطرح شده. 500 میلیون تومان اعتبار برای زوجهای جوان برای موضوع ازدواجشون. من برخلاف دوستانی که اینجا روبروی شما هستن اقتصاد میدونم، اقتصاددانم، از جزئیات وضعیت اقتصاد کشور خبر دارم. یارانه 450 هزار تومانی رو برای 40 میلیون نفر تضمین میکنه. نذارم اقتصاد کشورمون به سمت اقتصاد کره شمالی بره. ما پرونده رو میرسیم. مردم هم خوب میدونن که بنده در رسیدگی خط قرمز ندارم، نه در ادعا، در عمل. تورم نه تنها تک رقمی بشود بلکه به زیر 5% برسه. البته سوالات کلی و نه چندان چالشی برگزار کننده های مناظره و نه پرداختن به موضوعات مهمی مثل کرونا و تحریم از جمله مواردی است که باعث نارضایتی فراوان از مناظره اول شده است. خواهش میکنم شما و دوستانتون و شرکتاتون، نهاداتون، پاتون از اقتصاد ایران بکشید بیرون. اقتصاد ایران قطعا درست میشه. هرگاه مشکلی برای دولت پیش بیاد دست تو جیب مردم میکند. آیا این شیوه تنظیم بودجه کشور هست؟ ما بخش عمده ای از کسر بودجه کشور متاسفانه با خلق تورم در حال تأمین هست. شما گرفتار کردید مردم رو. این اقتصادی است کشور شما به اینجا گود انداختید. آقای همتی، خیلی زشت شما ما رو متهم میکنی که ما داریم دروغ میگیم. ما که هنوز حرفی نزدیم. اگر قسم نخورن من جواب اونها رو نمیدم، جناب خدمت آقای رئیسی میدم. با ایجاد جفسازی، با ایجاد تهمت، نمیدونم شما پوششی هستید و امثال اینها، میخواهند بی برنامگی خودشون رو نشان بدن. 20 ساله داریم بیانیه میخونیم، پدر کشور رو درآوردیم. آقای جلیلی، مشکل ما همین چیزا.